هفته گذشته در مورد یک مطلبی صحبت کردیم، اگه یادتون باشه، در مورد این کور مادرزاد. یادتون هست نه؟ که هدف، یعنی فکر خدا این بود که این فلسفه هایی یا این فکرهایی که یهودی ها داشتن، چیزهایی برای خودشون درست کردن، آخر عیسی مسیح آمد باطل کرد، که نشون داد همه چی رو بکسانی کنار، چیزی که احتیاج دارین مس شده، یعنی مسیح من هستم. و متوجه شدیم که به هر حال همون یهودی ها تصورهای اشتباهی داشتن و سخت‌دل هم بودن و نمیخواستن عیسی مسیح رو اینطوری که واقعا بود، عنوان یک بره خدا که آمده برای گناهایشون بمیره، نمیخواستن بپذیرن. اون دنبال یه پادشاهی هستن، پادشاهی بودن که واقعا بیاد اونجا سلطنت کنه، از امپراتور روم آزاد کنه. همینطور که در یوحنا، انجیل یوحنا اینجا میخونی، میگه که عیسی مسیح به خاصان خودش آمد، خاصان او رو چی کردن؟ پذیرفتن. میگه عیسی مسیح آمده؟ نه، گفته که خاصان خودش، یعنی اون افرادی که منتظر عیسی مسیح بودن، آمدن رو رد کردن. چطور میتونن الان مخصوصا این کاهنان که تورات رو میدونستن، عتیق رو دادن، چطور میتونستن او رو رد کنن؟ پس یه تصورایی از خدا داشتن، از مسیح داشتن که درست نبود. ما هم الان همینطور هفته گذاشتم، همینطور در موردش هم صحبت کردیم، همینطور هم روز یک شنبه هم توی موعظه هم گفتم که ما بعضی وقت تصورایی از خدا داریم که هر حال به درد نمیخوره. ما بت‌هایی میسازیم به اسم خدا، بعد از این انتظار داریم خدا الان باید اینجا باید کارهایی انجام بده، و میبینیم که آخرش هم به هیچ نتیجه هم نمیرسیم. و من فکر میکنم در این زمانهای آخر هم که ما زندگی میکنیم، خدا میخواد واقعا هر تصورهایی که ما داریم، هر چیزهایی که ما به دست آوردیم و برای خودمون ساختیم، منظوری نیست که هیچ تصوری نداشته باشین. تصورهای خدا میخواد تصویر درست خودش به ما نشون بده، و این فقط ربطی داره به اعتماد و ایمان، و همینطور هم سرسپردگی، همینطور هم یه چیزی که خیلی در این قسمت کار عمیق انجام میده، بدون اون اصلا نمیتونیم به این شناخت برسیم، صلیب مسیحه. یا صلیب مرکز همه چی هست، صلیبی هست که اینجا ما تبدیل میشیم، و اون موقع هست که با خودمون آشنا بشیم، همینطور با عیسی مسیح آشنا بشیم، و همون موقع هم که آشنا میشیم، اونجا واقعا تصویر درستی داریم از خدا. و زمانی که تصویر درستی هم داریم دیگه، اون موقع هم زیبایی خوبی اینه که ما استراحت میکنیم، چون واقعا دیگه خدا رو نسعی میکنیم، واقعا مکاشفه هایی گرفتیم. ما چرا هرس و جوش میخوریم؟ چرا هر دفعه نگران میشیم؟ ما میگیم خدا، شروع میکنیم به پرستش کردن، خدا نمیدونم، ما میدونیم و روی وعده های خودتو ایستادیم، همه چی رو انجام میدیم، فقط بعد یه طوفانی کوچیکی میاد همه چی رو به هم ریزه. چرا؟ چون شناخت خدا رو همون روز اینطوری به دست نآوردیم. به این خاطر در انجیل یوحنا باب 17 آیه 3 اینجا نوشته، و این هست حیات جاودانی، که خدای واحد و پسرش رو که عیسی مسیح فرستاده بشناسن. پس خدا در این زمان آخر قبل از آمدنش برحال میخواد بیشتر و بیشتر از هر نوع فکرهایی، خیالاتهایی که داشتیم، چیزهایی که داشتیم، ما رو آزاد کنه. روز یک شنبه هم به احتمال زیاد اینجا موعظه خواهم کرد، و اونجا هم برحال میخوام ادامه بدم با این قسمتهایی که خدا شروع کرده با کلیسا همون صحبت بکنه. میدونین، تصور کنین زمانی که شما ایمان نداشتین، خدا رو چطور نگاه میکردین؟ خدا چطور میدیدین؟ مخصوصا که از اسلام که آمدین، به هر حال خدای واقعا قادر متعال دیگه هیچ حسابی نمیشه روش کرده. امروز میتونه اینطوری باشه، فردا میتونه اینطوری باشه، یعنی یه بیشتر احساس میکنیم یکم بیشتر میترسیدیم از خدا. نه؟ الان خدا رو شکر، الان با خدا آشنا شدیم، فقط متاسفانه چیزایی که باید، این ترسای واقعی، ترس از عظمت خدا، اینو از دست دادیم. چون دیگه چرا؟ چون عیسی مسیح، چون خدا پدر شده.
دیگه پدر به ما میده، همه چی اوکی، همه چی درسته و این تصویرهایی برایش میسازیم که همینطور شهادت هم که شنیدین. و خدا میخواد به هر حال از این چیزا ما رو آزاد کنه. منظور این نیست که خدا دوست نداره به ما بده، بهترین زیباترین چیزایی که انسان احتیاج داره به وسیله پدر که هیچ ظلمتی درونش نیست به ما داده میشه. به طلبی نمیتونه همه روزا کنیم، به طلبی به شما داده میشه. به این خاطر فقط مهم اینه که درست بطلبیم و درست تصویری داشته باشیم. و همینطور هم برای در خیلی قسمت‌های دیگه خادمینی زیادی الان در کلیسا هستن و خیلی هستن که ما الان میگیم که الان یه شناختی از خداوند پیدا کردم و الان میخوام خدا رو خدمت کنم. خدا رو شکر خیلی هستن توی کلیسا که یه علاقمندی به خصوصی برای عیسی مسیح دارم و میخوان بیشتر در این قسمت رشد کنم. یه چیزی خیلی خوبیه و من فکر میکنم خدا عاشق این چیزاست. فقط به هر حال میخوایم امروز هم در یه قسمت کوچیکم دوباره برگردیم به اون عیسی مسیح زمان 2000 سال پیش که آمد اینجا و وارد این دنیا شد و دیدیم که زمانی که روبروی حتی یک فریسی شد، یا فریسی یعنی یک کسی بود که واقعا کتاب مقدس رو خیلی خوب باید میدونست، یا خیلی چیزای اطلاع داشتن. و معمولا میگن که در یهودیا یعنی در اسرائیل تمام بچه ها باید تا سن 12 سال باید تورات رو از حس بلد بودن، یعنی واقعا خیلی تکیه میکردن روی این چیز، یا یعنی خیلی میگم یه کشوری بود که همه آشنا بودن تقریبا با کلام خدا، با تورات، با همینطور عتیق. و الان ما هم همینطور میتونیم بگیم که کتاب مقدس رو خیلی خوب برحال آیه ها رو خیلی خوب میتونیم برداریم و بعضی وقت هم جا به جا کنیم، بعضی وقت هم میتونیم هم خیلی خوب هم از اون هم استفاده کنیم، هر چیزی که به نفع ماش اینو برمیداریم روی همدیگه میکوبیم. بعضی وقت خنده داره، احساس میکنه بعضی وقت پدر اونجا نگاه میکنه میگه اینا با کلمه من چه کار میکنم، واقعا سر همدیگه رو میکوبیم. مثلا زن و شوهرها تو باید اطاعت کنید، تو باید محبت کنید و شروع میکنن. و خیلی چیزهایی هست که واقعا میتونیم از کتاب مقدس میتونیم برداریم سوء استفاده کنیم. و مخصوصا کلیسا همون هم کلیسایی هم هست که در قسمت شاگردسازی خیلی سعی میکنیم قوی باشیم، میخوایم همه رو واقعا به یه شاگردسازی هدایت کنیم. کلیسا همون همینطور هم درسای الهیات یاد میده که واقعا رشد کنیم. همه چی عالیه، همه چی خوبه، فقط آخر واقعا باید برسیم که این تمام درس ها رو کنیم واقعا به شناخت خدا رسیدیم، تصویر درستی از خدا داریم یا نه، یا حتی کلام خدا رو، الهیات رو، هر چیزی که هست استفاده کردیم، سوء استفاده کردیم برای جلال خودمون. شاید به یه مقامی رسیدیم، به یه جایی رسیدیم فقط هیچ شناختی از خدا نداریم. میتونه باشه؟ من میتونم اونجا به هر حال یک شبان خیلی عالی باشم، موعظه های خیلی عالی بکنم، همه چی بکنم، پس شناخت خدا رو درست نداشته باشم. و شناخت خداست که ما باید به دیگران معرفی کنیم. من نمیتونم، یه برادری میاد اینجا و بعضی هستن که اومدن که نه تو دعا کن خدا هر چیزی تو قلبت به تو میده، این تعلیم اشتباه است. خدا نمیده همه چی رو، نمیده. یا و بعضی وقت هست که واقعا باید بدونیم که چه چیزهایی هست که در این برادر الان در جای قرار گرفت، حالا خدا واقعا میخواد بده یا اصلا نمیخواد بده. شاید خدا الان کارهای عمیقی داره، ما باید چشمایی داشته باشیم ببینیم که مخصوصا خاندگی های برادر خواهرها چی هستن که بتونیم ایشان را درست هدایت کنیم. یا بعضی وقت هست که حرفی نداره، بعضی وقت هست که باید تسلی بدیم. یا و خیلی چیزهایی هست که ربط داره به شناخت خدا، و شناخت خدا هم ربط داره چقدر واقعا ما در این زندگی کردن با مسیح، صلیب و همینطور هم این رنج ها، درد هایی که خدا ما هدایت میکنه و اونجا تبدیل میشیم به شباهت خدا، این ربطی به این چیزا داره. اگه این درست نباشه شاید به یه مقام های روحانی برسیم فقط شناختی نداشته باشیم. خدا به هر حال از ما استفاده میکنه. یادتون هست همینطور در متی اونجا هم خداوندم
گفته که عیسی مسیح میگه که خیلی هستن که در آخر در زمان آخر خواهند آمد. گفته خداوند در نام تو ما دیوار اخراج کردیم، در مورد تعلیم دادیم، در مورد تو نمیدونم این کارو کردیم در نام تو. پس خدا استفاده کرده از همه. فقط آخر عیسی مسیح میگه من تو رو نمیشناسم. منظور اینه که تو اصلا دنبالی نبودی که منو بشناسی. منو نشناسی به خودت هم اصلا نشناختی خودت چی هستی یا چه چیزایی در تو هست، یعنی تبدیل نشدی به شباهت من. پس خدا میتونه از همه ما، خدا میتونه از منم استفاده کنه، کلیسا رو برکت بده. مثال میگم، یا آخر میتونم همینطورم جلوی خداوند بایستم و خداوند میگه کالبر تو رو نمیشناسم. میتونه باشه یا نه؟ میتونه باشه. پس من باید اونقدر در خدا ترسی زندگی کنم، اونقدر در این صلیب زندگی کنم که واقعا بتونم روز به روز بیشتر و بیشتر رشد کنم و به شناخت او برسم. و همینطور هم خداوندم بعضی وقت ما رو توی یک آتش‌های کورای آتش‌های مخصوصی میذاره، باید اونجا تعامل کنیم و این راه رو بریم که به این شناخت برسیم. در انجیل یوحنا اونجا می‌بینیم که یک کاهنی هست یا یک فریسی هست که شب دیر وقت آمد پیش عیسی مسیح و گفته که در باب انجیل یوحنا باب 3 میگه که عیسی مسیح ما می‌دونیم تو از جانب خدا هستی. یعنی واقعا با احترام آمدی به عیسی مسیح، اینجا میخواست او رو جدا چیز او رو با او آشنا بشه و قبولم کرد که واقعا تو یک کسی هست که از خدا آمدی، از پیش خدا آمدی یا و تنها هم آمده، شب هم آمده. یعنی منظور اینه که اینجوری مثل اینکه میخواد دنبال حقیقته یا فقط یه جوری یه جوری مخفی آمده اونجا پیش عیسی مسیح که افراد متوجه نشن، کاهنای دیگه متوجه نشن. و اینجا بعد از این میگه که عیسی مسیح بلافاصله اینجا که جلوی این فریسی، اسمش چی بود؟ نیکودیموس. زمانی که نیکودیموس آمد اینجا در باب 3 از آیه 1 بخونیم تا آیه 3 میتونی بخونیم؟ و شخصی از فریسیان نیقودیموس نام از رؤسای یهود بود. او در شب نزد عیسی آمده به وی گفت ای استاد، میدانیم که تو معلم هستی که از جانب خدا آمده ای، زیرا هیچ کس نمیتواند معجزاتی را که تو می نمایی بنماید جز این که خدا با وی باشد. عیسی در جواب او گفت آمین آمین به تو می گویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمی تواند دید. آمین. So, عیسی مسیح اصلا مثل که محلش نذاشت، آمد اونجا گفته که تو از خدا هستی. عیسی مسیح مستقیم شروع کرد به گفتن که آمین آمین به تو میگم، اگر یک کسی که از سر نو متولد نشده وارد ملکوت خدا نمیشه. یهودی ها چی فکر میکردن؟ یهودی ها فلسفه، یهودی ها ایمان، یهودی ها اینطوری بودن، گفتن که ما قوم خدا هستیم، هر کسی که یهودی به دنیا میاد یعنی خط نمیشه جز قوم خدا هست، دیگه وارد اتوماتیک وارد پادشاهی خدا میشن. این فکر رو داشتن، این فلسفه رو داشتن یا این ایمان رو داشتن. یا یهود، افرادی که غیر یهودی بودن، اونا میتونستن وارد این دعوت خدا بشن زمانی که خودشون هم اونجا توبه میکردن و خودشون هم اونجا چیز میکردن، یهودی میشدن. اون موقع دیگه این امکان رو داشت خودشون هم به هر حال یهودی بشن و همینطور وارد پادشاهی خدا بشن. و این نوشتایی یا این میگن نوشتایی یا چیزایی داشتن، کتابهای مخصوص داشتن که فلسفه یهودی ها بوده. اونجا مثلا میگفتن ابراهیم پدر ایمان ایشان، اینطوری میگفتن ابراهیم جلوی در چیز در جهنم اونجا نشسته و مواظبه که هر کسی وارد جهنم میشه یهودی نباشه. یه کسی که مثلا بگم که فلافن یعنی چی میشه، گم شده و وارد میخواد جهنم بشه، اون جلویشو میگیره و میگه نه، تو جای تو اینجا نیست، جای تو
پادشاهی خداست. یعنی این فلسفه رو چیز کردن که هیچ یهودی نمیره توی جهنم. یا و همینطور هم میبینیم که در یوحنا باب 8 هم اونجا در مورد صحبت میکنه، میگه که عیسی مسیح میگه که هر کسی در کلام من بمونه حقیقت رو خواهد شناخت و حقیقت ایشان رو آزاد خواهد کرد. اونجا یهودی ها فریسی ها میگفتن که ما آزاد هستیم، ما اصلا احتیاج نداریم، ما فرزندان ابراهیم هستیم، تو چی میگی؟ یعنی همه چی مال ماست، ما پادشاهی مال ماست. یعنی این فکر رو داشتن، این تصور رو از اون خدایی داشتن. بعد از این میبینی که عیسی مسیح اینجا چون فکرای و این فلسفه های فریسی ها رو و یهودی رو میدونست، اتوماتیک دیگه با این کلام وارد قلب او شد. یا و از آیه 3 تا 5 اینجا میگه که عیسی در جواب او گفت: آمین آمین به تو میگویم، اگر کسی از سر نو مولود نشود ملکوت خدا را نمیتواند دید. نیقودیموس به دو گفت: چگونه ممکن است که انسانی که پیر شده باشد مولود گردد؟ آیا می شود که بار دیگر داخل شکم مادر گشت مولود شد؟ عیسی در جواب گفت: آمین آمین به تو می گویم، اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا شود. آنچه از جسم مولود شود جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. عجب تا شیش اوکی عجب مدار که به تو گفتم باید شما از سر نو مولود گردید. باد هر جا که میخواهد میوزد و صدای آن را میشنوی، لیکن نمیدانی از کجا میآید و به کجا میرود. همچنین از هر که از روح مولود گردد. آمین. ما باید اینطوری نگاه کنیم، یهودیا و فریسیها اولین بار نبود که شنیدن در مورد تولد تازه و در مورد تولد با آب. اینجا عیسی مسیح میگه که هر کسی که از روح از آب و حیات از آب و روح تولد بده. این یه بگریف یک عبارتی بود که آشنا بودن. یهودی ها میدونستن منظور چیه. منظور یعنی اینطوری که هر کسی که این فلسفه ایشان بود که از آب متولد شدن یعنی یه کسی هست که طبیعی به دنیا میاد. یا فقط یک تعلیمایی یا دکترین میشه همین تعلیم داشتن که در اسرائیل اینطوری بود که 6 نوع امکاناتی بود که یک شخص بتونه تولد تازه رو به دست بیاره. متوجه هستید؟ خود یهودی ها میپرسیدید تولد تازه، اونا نمیگفتن چیه، میگفتن که 6 نوع امکاناتی هست یک شخص تولد تازه رو به دست بیاره. تنها چیزی که الان نیکودیموس الان یه سن شاید مثلا 65 سالش رسیده بود که یه جوری تعجب کرد، گفته من الان باید برگردم توی شکم مادرم دوباره به دنیا میام. ما فکر میکنیم اولین باری هست که یهودی ها این رو شنیدن. الان اینجا در موردش اینجا صحبت میکنیم. 6 نوع امکاناتی بود و این امکاناتی که یهودی ها می دونستن، تمام این امکانات در زندگی طبیعت صورت می گرفت. زمانی که یک غیر یهودی یهودی می شد می گفتن که این شخص تولد تازه رو پیدا کرده. گوش کردید؟ یک غیر یهودی، یعنی مثلا میگه مثلا یه ایرانی میرفت اونجا یهودی میشد، یا به عیسی میگفتن که الان او تولد تازه رو به دست آورده. یا دوم، این قسمت زمانی که یک پادشاه رو تاج روی سرش میگذاشتن، یا به او میگفتن که او تولد تازه رو پیدا کرد، او الان این تولد تازه رو به دست آورده. الان زمانی که نگاه میکنیم به نیکودیموس، الان خدا به عیسی مسیح به نیکودیموس میگه که اگر تو متولد نشی از آب و روح نمیتونی وارد ملکوت خدا. بعد الان فکر کرد که خب من یهودی به دنیا آمدم، پس
الان احتیاج به این چیز ندارم. و همینطور هم قسمت دوم که اینجا میگه که یه کسی که پادشاهه و همینطور هم دستگذاری میشه برای پادشاهی، میگه که این پادشاه تولدی تازه رو پیدا کرد. خودش هم به هر حال از نسل یهودا نبود که مثلا الان پادشاه باشه. پس اینم به دردش نمیخورد. یا سومین قسمت، میگفتن زمانی که یک بچه همینطور که گفتم تا 13 ساله باید سی تمام مراسم های این چیز تورات یا شریعت خدا رو باید همه چی رو گذرونده باشه. و زمانی که این تا 13 ساله گذرونده باشه، بعد از اینکه زمانی که این مراسم آخر رو که انجام میده، اون موقع به اون میگن که این پسر الان شریعت شده و همینطور میگفتن تولد تازه رو پیدا کرده. خود به هر حال نیکودیموس الان 13 سالشان اینا گذرونده باشه، یعنی گذرونده، یعنی الان چیز نبود که الان خدا به میگه که تو باید احتیاج به تولد تازه رو داری. گفته که من 13 سال میگه اینا گذروندم دیگه، اینو دارم پس. یا و در یهودی هم اینطوری بود که فلسفه یهودی اینطوری بود، ایمان یهودی این بود تا 13 ساله بچه ها که زیر نظر پدر مادر زندگی میکردن و زمانی که گناه میکردن پدر مادرشون مسئول بودن، یعنی مسئولیت رو روی بچه ها داشتن. در زمانی که این دستگذاری میشد و اون موقع پسر الان شریعت میشد، اون موقع این پسر دیگه خودش مسئول گناه های خودشه، زندگی خودشه. یادتون از عیسی مسیح تا 12 سال بود که رفته توی چیز نه؟ یا بیتلهم، یعنی نه یا چیز معبد، و اونجا هم همینطور هم چی میکرد؟ با فریسی ها اونجا بس میکرد و فریسی ها اونجا نگوش کنید که این حکمت از کجاست؟ یا؟ پس اینجا میبینیم که در سومین قسمت دیدیم که نیکودیموس میگه خب من 13 سال رو گذروندم، الان چیزی الان این اشاره‌ای که میکنه احتیاج به تولد تازه رو داری، تازه هست، به درد به من نمیخوره. بعد از این یک یهودی که میخواست ازدواج کنه باید همینطور مراسم هایی بگذره، یا و آخر که این مراسم های این آمادگی برای ازدواج رو میگذاشت، آخر میگفتن که اعلام میکردن که الان این شخص الان تولد تازه رو پیدا کرده که الان میتونه اینجا ازدواج کنه. خود نیکودیموس یک عضوی از این سنهدرین بود و معمولا اونجا تمام افرادی که اونجا میتونستن این کهانت یا این خدمت رو توی این سنهدرین انجام بدن باید ازدواج میکردن. این چیزش بود، شرطش بود. یا و معمولا هم یهودی هم از 16 تا 20 ساله 22 ساله اونجا ازدواج میکنن در این قسمت. به هر حال پس اینجا نیکودیموس هم اینجا میگه پس اینم من گذروندم، ازدواج کردم، الان به هر حال تولد تازه رو دارم. یا این تمام چیزایی هست که الان مستقیم خدا با تو با او صحبت میکنه. قسمت پنجم، زمانی که یک مرد دستگذاری میشد برای معلم شدن، رابی هم شما میگیم نه رابی، معلم رابی رابی ابریه، پس میشه معلم، معلم یهود. یا زمانی که یک پس معلم دستگذاری میشه برای چیز، برای این معلم بودن، معلم شدن، به اون میگفتن که این همینطور این دوران رو بایستی میگذروند. بعد از این دستگذاری میگفتن که تقریبا این در سن 30 ساله اتفاق میافتاد. یا اونجا میگفتن که
الان این شخص تولد تازه رو پیدا کرده. عیسی مسیح در کدوم سن بود؟ در 30 ساله بود که خدمت خودشون شروع کرد، یا که شروع کرد به موعظه کردن. پس اینجا نیکودیموس نگاه میکرد میگه خب منم اینو انجام دادم. خودش الان برحال یک فریسی بود، یا پس اینم این پنجمین امکانم که برای چیزه برای تولد چیزی اینم گذروندم. ششمین قسمت و آخرین قسمت این بود که زمانی که یک رهبر این معلم نه ببین معلم یک مدرسه یهودی مدیر یا دستگذاری میشد، یا ببخشید نه، یک رابی که این دوران رو گذرونده این معلمی و یک روز رئیس این مدرسه میشد، مدرسه بگم مثل الهیت میشد، اون موقع به اون میگفتن که این تولد تازه رو پیدا کرده و اینم به هر حال نیکودیموس گذرونده. عیسی مسیح یادتون هست زمانی که اینجا این قسمتی که نمیدونم اینجا خوندیم یا نه، زمانی که عیسی مسیح بهش میگه که تو تولد باید احتیاج به تولد تازه داری و میگه که چی باید برم توی شکم مادرم، و عیسی مسیح چی میگه؟ میگه که تو معلم اسرائیل هستی، مقام بزرگی داشت، یک رئیس مدرسه الهیت بود، میگه که تو معلم اسرائیل هستی و اینو نمیدونی؟ جالبه نه؟ چون تصوری اشتباهی داشت. پس زمانی که اینجا عیسی مسیح بهش میگه که تو اگه میخوای وارد ملکوت خدا بشی احتیاج داری به تولد تازه، باید با آب و روح متولد بشی، پس اینجا به این خاطر نیکودیموس گفته که من همه چی رو گذروندم، الان من احتیاج به این دارم که وارد پادشاهی خدا بشم. آمین آمین به تو میگویم اگر کسی از آب و روح مولود نگردد ممکن نیست که داخل ملکوت خدا بشه. من فکر میکنم اونجا نیکودیموس یک شوک عمیقی به دست آورد و بعد از اینکه پرسید گفته که پس چطور میتونم تولد تازه رو به دست بیارم، مثل اینکه واقعا به یه جایی رسید که الان باید اینجا رو فکر میکرد. و در جوابش عیسی مسیح اینجا در آیه 14 و 15 اینجا میگه و همچنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. آمین. پس اینجا نشون میده که همچنان که موسی مار را در بیابان بلند نمود، اینجا الان اشاره میکنه به چی؟ به تورات. نشون میده به موسی که معلم اسرائیل بود، گفته که اون چطور میتونی تو تولد تازه میگیری، هم چطور موسی این چیز رو این مار رو در بیابون بلند نمود همچنان پسر انسان نیز باید بلند کرده شود تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی داره. یعنی نشون میده به چی؟ نشون میده به صلیب عیسی مسیح، صلیب خودش و ایمان. نشون میده ببین الان این تمام چیزهایی که گذروندی، این 6 تا قسمت ها رو گذروندی به درد نمیخوره تا ایمان به صلیب، به کار مسیح ندی که عیسی مسیح یعنی خداست که این کار رو برای تو انجام داده و این انجام خواهد داد و تو فقط و فقط به وسیله ایمان میتونی وارد پادشاهی خدا بشی. پس قدم اولین هست که خداست که زیرا بعد از این ادامه میده زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. این قسمت اوله، میگه که الان میخوای تولد اول میخوای وارد پادشاهی خدا بشی، پس میگه که اولین چیزی اینه که خدا یه چیزی به تو داده باید بپذیری،
الان ربطی به کارهای تو نیست، شریعت نیست، هیچ چیزی نیست، بلکه میگه که زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد. و اینجا دیگه قسمت توست نیکودیموس تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی رو دارد. یعنی الان اینجا اشاره میکنه، میگه که تمام چیزهایی که دریافت کردی به درد نمیخوره. نیکودیموس به یه جایی رسید که هر چیزی که به دست آورده بود، هر تورات خونده بود، تمام شریعت رو خونده بود، هر چیزایی که به دست آورده بود به درد نمیخوره. و زمانی که خودش عیسی مسیح رو عنوان مسیح رو نپذیره، نمیتونه وارد ملکوت خدا بشه. بعد از اینکه اونجا دوباره هم اشاره میکنه چطور میتونم الان تولد تازه رو به دست بیارن، اینجا عیسی مسیح اینجا میگه که آنچه از جسم مولود شده جسم است و آنچه از روح مولود گشت روح است. عجب مدار که به تو گفتم باید تو یا شما از سر نو متولد بشید. بعد از این میگه که باد هر جا که میخواهد میوزد و صدای آن را میشنوید، لیکن نمیدانید از کجا میآید و به کجا میرود. همچنان از هر که از روح القدس یعنی روح مولود گردد. این یه چیزی هست که کار مافوق طبیعی خداست. تو هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. این کار خداست که وارد بشه. تو نمیتونی روح رو کنترل کنی. تو نمیتونی باد رو کنترل کنی. یه چیز مافوق طبیعی باید در تو انجام بشه. فقط به وسیله ایمان داشتن، پذیرفتن که من مسیح هستم و نگاه کنی به صلیب و اینجا تو صلیبه که اونجا باید این قربانی خدا رو بپذیری. به وسیله این فقط میتونی نجات رو پیدا کنی. پس اینجا با این داستان ما اینو میخونیم و اینم تعلیم هم میدیم. فقط پشتش که نگاه میکنیم میبینیم که نیکودیموس که یک واقعا یک معلم بزرگی بود، مرد ثروتمندی بود، همه چی رو برای به دست آورده بود، یهو جلوی عیسی مسیح میسته اوریان، هیچی به درد نمیخوره. به اینجا احساس که بیگه که هر چیزی که به دست آوردی اوکی، خیلی خوبه، بعد این تمام چیزا تو رو وارد پادشاهی خدا نمیارن. این قسمتی هست که میدونی ما رو میتونه واقعا به فروتنی به هدایت کنه که ما هم به هر حال خیلی چیزایی میتونیم یاد بگیریم و معمولا هم خیلی چیزا، هر چقدر حکمت ما زیادتر میشه، هر چقدر بگم شناخت ما از کتاب مقدس زیادتر میشه، خیلی چیزایی میدونیم. و از خودم هم میدونم که بعضی وقت که ما هنوز هیچ چیزی نیستیم، واقعا فروتن هستیم، واقعا چون واقعا بچه‌ها هیچ چیزی نداریم، و بعضی وقت اطلاعمون و همینطور دانش ما از کتاب مقدس زیادتر میشه، اتوماتیک غرور هم اونجا با ما رشد میکنه. مخصوصا هم که بعضی وقت هم یک مقامی هم میرسیم به یک رهبر رو نمیدونم خادم این چیزی می، این میتونه باعث بشه یواش یواش ما رو اصلا کلن از مسیر بیرون بیاره. فکر میکنیم الان ما یه چیزی هستیم، آخر باید جلوی خداوند بیستیم. نمیدونم خدا بعد از این چه جوابی خواهد داد. فقط اینجاست که مثل این همون داستان چیز نیکودیموس، واقعا بدونیم دنبال چه چیزایی هستیم. من خودم میتونم بگم بعد از این مدتی که مثلا زمانی که چیزایی به دست میاریم، اتوماتیک این مقام باعث میشه دوباره یک غروری پیدا میشه، یک کوری به وجود میاد، تو فکر بهتر میدونی، از دیگران بهتر میدونی. یه زمانی که هیچ چیزی نمیدونستی واقعا مثل یه جوجه‌ای بودی، الان متوجه شدی بعد از یک مدت یواش یواش تبدیل میشی به چی میگن؟ اشتها یا بشروع میکنی همه چی رو برای میگم ما خیلی خوب میتونی با کلام بازی کنیم، واقعا به شما میگم، از تجربه من خودم میگم،
خیلی خوب میتونیم بازی کنیم. و بعضی وقت که توی بازی هم افتادیم به یه جایی هم میرسیم، فکر میکنیم همه چی رو تقریبا میدونیم. یک چیزی هوشیاری هست که واقعا متوجه بشیم دنبال چه چیزی هستیم. دنبال جلال خدا هستیم. معمولا با زبانمون میگیم جلال باد، جلال باد، نام تو رو جلال باد. و جلال دادن یعنی من فقط میتونم، فقط و فقط یک راهی هست که میتونم عیسی مسیح رو جلال بدم، این صلیب مسیحه. مردن، حق خودم رو بگذارم و واقعا دنبال این حقیقت رو برم. الان چه چیزا یاد گرفتم، چه چیزا یاد نگرفتم رو بگذاریم کنار. نیکودیموس که نگاه میکنیم در باب 3، همینطور که عیسی مسیح آمد، هنوز به هر حال آمد فقط مطالعه روبروی عیسی مسیح بشه. باب 3، باب اینجا میبینیم که باب 7 آیه 50 که زمانی که در مورد عیسی مسیح کاهنان آمدن اونجا چیز کردن، چی میگن در مورد عیسی مسیح که نقشه کشیدن این چه کار کنم با عیسی مسیح، اینجا میبینیم که در باب 7 آیه 50 اونجا نوشته بود که عیسی اونجا نیکودیموس اونجا شرکت میکرد، توی این سنهدرین بود، یا هنوز اونطوری ایمان آورده بود، فقط یه چیزی دریافت کرده بود که اون فریسی ها یه جوری میگفتن که نه از خدا نیست و نه ما باید یه نقشه هایی بکشیم. گفتی که ببین الان تقریبا مثل یه دفاعی هنوز میکنه، دفاع میکنه نه ما اجازه نداریم این کار رو بکنیم، چون یه چیزی دریافت کرده بود، یه فکری رفته بود تو مغزش، گفته که این حرفایی که عیسی مسیح زد واقعا رفته فرو تو قلب من، آیا واقعا من درست ایستادم یا نه. بعد از این جالبش اینه که زمانی که بریم دیگه در یوحنا باب 19 آیه 39 دیگه میبینیم که چی نیکودیموس ایمان آورده بود تو عیسی مسیح. پس این حرفایی که عیسی مسیح زد به نیکودیموس ثمره آورد، یعنی خودش رفت و شروع کرد به مطالعه کردن. من 6 تا قسمت ها رو، 5 تا قسمت ها، خودش یهودی بود یا یهودی به دنیا آمده بود، 5 تا قسمت ها همه چی رو گذروندم، من خودم من همه چی رو گذروندم. چرا عیسی میاد میگه به من باید متولد بشی، باید تولد تازه رو داشته باشی؟ معنیش چیه؟ ولش نکرد، رفت دنبالش، آخر ایمان آورد به عیسی مسیح. و توی اون زمان به هر حال کتابایی هم نوشته میشد در مورد مؤمنین، در مورد مقدسین و در مورد نیکودیموس که مرد ثروتمندی بود، یا و اونجا تو این داستان او نوشته شده بود که بعد از این که ایمان آورده بود چطور، و ایمان آورده بود به عیسی مسیح، چطور در زمان آخر فقیر شد، همه چی رو از دست داد و فقیر مرد. منظور الان اینطوری نیست که الان یک کسی مسیحی میشه دیگه فقیر میشه میمیره، یعنی خیلی چیزایی بود که اونجا از دست داده بود به خاطر مسیح، به خاطر راه مسیح، دنبال این ثروتش نبود. و این یه داستانی هست که در مورد نیکودیموس نوشته شده. منظور اینه که مهمترین چیزی که پیدا کرده بود واقعا حیات جاودانی رو بود. و چرا این چیزهای نوشته شده بود؟ که این معلمین های که ایمان نآورده بودن این چیزها رو نوشتن، که یهودی ها رو اخطار کنن یا نصیحت کنن، نشون بدن، بگن که ببین این مرده، این ایمان آورده به عیسی مسیح، همه چی رو از دست داده و فقیر شده، که نشون بدن که مثل شهادت منفی از او تعریف کنن. این چیزایی هست که نوشته شده، الان چقدر حقیقت نمیدونم. فقط برای ما فکر میکنم این قسمتی که الان ما یعنی خدا با قلب ما صحبت میکنه، اینه با ما صحبت میکنه، اینه که واقعا هوشیار باشین، دنبال واقعا شناخت خدا بریم و هر اتفاقی که
تو زندگیمون میفته و کار خدا، کار روح القدس اینه. همینطور که عیسی مسیح میاد با نیکودیموس صحبت میکنه و نیکودیموس چطور شب میره تنها عیسی مسیح رو ملاقات میکنه چون میخواد بدونه، ما هم نیز واقعا این روش رو داشته باشیم، او رو جستجو کنیم و واقعا خودمون رو، قلبهای خودمون رو تفتیش کنیم، هر چیزی که ما یاد گرفتیم خدا رو شکر کنیم، فقط اجازه بدیم خدا در زندگی ما کار کنه، اجازه بدیم خدا در مسیرهایی که ما رو هدایت میکنه که تمام این آشغالا، تمام فکرهای اشتباه، تمام تصویرهای اشتباه توی این آتش ذوب میشه، توی این آتشهایی که میندازه از بین میرن. هر کسی از آتشهای عبور کرده دیگه شخصیتش رو فرق کرده، شناخت بیشتر از خود، شناخت بیشتر از خدا به دست آورده و اینه که خداوند میخواد ما رو هدایت کنه. آمین. با هم دعا کنیم که کلیسایمون کلیسای باشه، خادمینی زیادی اینجا برخیزن، بیستن، خادمینی که واقعا به شناخت خدا رسیدیم و تصویر درستی از خدا داریم که بتونیم خدا رو به انسان بشناسونیم. آمین. این هدف اصلی ماست. آمین.